بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی الپی هستم، خوش اومدید به پارت چهارم بازی بوردر آفیسر. از این بازی هم استقبال خیلی خوبی کرده بودیم به خاطر اینکه درخواستاتون زیاد بود، پارت چهارمش هم میذاریم. بچه ها یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. یه سری از ویدیوها رو میتونم اینجا منتشر کنم، میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید. بچه‌هایی هم که جدیدن وارد کانال شدن و دوست دارن که کانال رو ساب داشته باشن، حتما اول یه دونه کامنت بذارید بعد کانال رو سابسکرایب کنید که سابتون نپره. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب اول از همه یه نگاه من میندازم ببینم نیاز برای بچه‌ها این دور و بر چطوریه. این فعلا اوکی، نسبتاً حالش خیلی بد نیست. یه نگاه هم به مادر زن بندازم ببینم چه خبره. این یه ذره خوشحال نیست فعلا ولی حسش اوکیه. یه ناله خاصی میکنه وقتی پیشش میرم. دایی تو چطوری؟ حال مالت خوبه؟ اوکی. بیرمیر داری نداری؟ چه خبره؟ برات میخرم امروز، حتما برم سر کار برگردم. هپینسش بد نیه، هلتسش هم اوکیه. پسر جون تو داری چی کار میکنی این گوشه؟ اینم که مشکل خاصی نداره. زغال و اینا هم که فکر کنم هیچی نداریم بذاریم تو این بخاریه و بریم سراغ یخچال. تو یخچالم هیچی نیست، یه دونه اینا میتونم واسهتون بذارم، هر کی زودتر گشنه شد بخوره دیگه. یه نگاه هم به روزنامه بندازم ببینم امروز چه خبره و کیا رو نباید راه بدیم و کیا میتونن بیان توی کشور و این داستانا. آها، یه زنی و میگه که مشکلایی داره درست میکنه، اگه اومد لب مرز حتما حواست بهش باشه. اوکی، اینا مسئله این نیستش، ما میریم سر کارمون دیگه. من نمیدونم چرا این شرکتی که این بازی رو درست میکنه درا رو هی رو به تو میذاره. بابا یه بار بذار رو به بیرون، ما راحت بریم و بیایم دیگه. این چه ماشینیه دیگه؟ حالا اینجا اینم میشه سوارشی؟ انگار با اتوبوس هم دیگه میشه بری سر کارو بیا. بذار ببینم چه اتفاقی میفته. 5 دلار میگیره ولی داداش خودم ماشین دارم، میشینم میرم دیگه راحت. پول بنزینشو فقط ندارم بزنم دیگه، اونم اوکی میکنیم. حالا برگشتن از سر کار، برو فقط گوله سر کار که خیلی عجله دارم دیگه. امروز کلی کار باید انجام بدم، کلی آدمو باید بزنم بکشم اونجا و چند نفر رو نباید بذارم اونجا رد بشن. این کامیونر هم یه دفعه تست میکنم ببینم میشه سوار بشی یا نه. انصافا خیلی ماشینم تو این بازی روونه، یعنی خیلی رانندگی با این ماشین رو دوست دارم، واقعا بهم لذت میده. احساس میکنم خودم پشت فرمون نشستم. چه دریفتای زیبایی، چه رانندگی حرفه‌ای. اگه دوست داشتید که از بازی ماشین سواری و اینا هم واسهتون گیم پلی بذارم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید، من خودم خیلی حال میکنم. اگه شما هم دوست داشته باشید حتما از ماشین سواری های خفن هم گیم پلی درست میکنیم. امروز یه برنامه ای هم که تو ذهنمه اینه که اگه پول داشته باشم موقع برگشت از سر کار یه سر به اون کلابه هم بزنم، فکر کنم جای باحالی باشه. البته انقدر خرید دارم برای اون بنده خداها توی خونه منتظر نشستن که فکر نکنم پول به کلاب و اینا برسه، ولی اگه پول داشته باشم تو کلابم میرم سر میزنم دیگه. با راهنمایی که کردید فکر کنم الان با کمترین اشتباه بتونیم کارا رو انجام بدیم. این کلوبه رو میگم، اصلا به عکسی که روشه ربطی نداره، کلا داستان توش یه چیز دیگه است. خب دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به سر کار و چند دفعه هی رفتم اومدم سر کار دیگه مسیرش به نظرم خیلی کوتاه شده. اون دفعه اولی که میخواستم برم سر کار به نظرم یه ساعت تو راه بودم. اوه بنزین ماشینم هم داره تمام میشه، خدا کنه فقط بتونم برسم به اونجا. خرجایی که تو این بازی داری نسبت به درآمد خیلی بالاه. من نمیدونم رو چه حسابی اینقدر باید پول خرج کنی. من یه روز رفتم سر کار دو تا رشوه گرفتم 8 دلار درآمدم بود. اون وقت باید بنزین بزنی برای ماشین، روغن ماشین رو باید عوض بکنی، برای اون همه آدم توی خونه باید خرید بکنی، دایی تازه آبجو میخواد. حالا اشکالی نداره دیگه، من تا جایی که بتونم کاراشونو انجام میدم. رسیدیم سر کار، بریم امروز ببینیم چی کار میتونیم بکنیم اینجا. یادشو، سلام، من دوباره برگشتم. امروز اومدم دهنتونو سرویس کنم دیگه. خیلی سخت گیرانه تر از روزای قبل میخوام باهاتون رفتار کنم. حواستون رو جمع کنید، کسی مسخره بازی اینجا در نیاره. خب بیا ببینم. بیا ببینم چی کار داری امروز، کی هستی، اصلا چی کار میخوای بکنی، برای چی اومدی تو این کشور، کجا میخوای بری. به قیافت نمیخوره آدم بدی باشی ولی احساس میکنم یه چیزی کم داری. خب از کجا اومدی؟ گفت از کجا اومدم؟ ندیدم گفت از کجا اومدم. بذار کامپیوتر بیاد بالا، من نگاه به چتمون بندازم ببینم چی گفت حسین. کلا نذاره سرمون دوباره. این که ژورنالیست، میگه میخوام برم خبرای جدید ببرم. فکر نمی کنم دروغ بگه.
مشکلی بعید میدونم داشته باشه. عکست هم که کاملا واضح و قشنگ معلوم خودتی. عکس خیلی شبیه اون عکس است که تو روزنامه بود. ولی اون زن بود. این مرده. فکر نمی‌کنم این باشه. بذار حالا چک کنیم ببینیم چه خبره دیگه. تاریخ تولد درسته؟ اوکی، مشکلی نداره این. فکر کنم داره میگه که بعد اینکه چهارمین خطا رو بکنی اخراجت می‌کنیم از اینجا. ولی خطام چی بود الان؟ مشکل چی بود اصلا؟ آها، ادیشنال پرمیت می‌خواستن اینایی که این کشور میان. من اصلا حواسم نبود، ببخشید. واقعا عذرخواهی می‌کنم ازتون. ولی اینو باید زودتر به من میگفتین دیگه. بیا بیرون ببینم. بعدی این باز نمیشه هنوز. این چی؟ خب بذار اول اینا رو چک کنیم، بعد میرم چتش هم میخونم. 11-12-1984 11-12-1984 312-435-734. اینا که اوکی، مشکلی نداره. بذار اینجا هم من یه نگاه بندازم ببینم چه زری زدیم با هم دیگه. میگه تو از جایی که نشستی داری پول در میاری. من زیر آفتاب دهنم داره سرویس میشه تا پول در بیارم. میگه که من یه روز بعد اینجا برم بیرون، میخوام برم فک و فامیلمو ببینم. زود باش مدارک منو تایید کن که برم به کارم برسم. اولا که شما خیلی بد داری صحبت میکنی، هیچ وقت به حالت دستوری با من صحبت نکنه. اونجایی که من آدم قانونمندیم و فقط کارهایی که بهم گفتن رو انجام میدم میذارم رد بشی. امیدوارم که مشکلی نداشته باشی. به نظر نمیاد مشکلی داشته باشی. فکر کنم آدم زحمتکشی هستی، میتونی رد شی. چون مادرت دوباره ارور نده. ای بابا این چش بود دوباره. میگه این کشوری که این گفت ازش اومده اصلا وجود نداره. ایول چقدر آفیسر خوبی هم منو مناسب برای این پست. واقعا کشور گل و بلبل داره میشه الان دیگه اینجا. آقا هیچ کیو دیگه نمیذارم من اصلا ردشه. همه تون رو ریجکت میزنم. هیچ کدومتون رو نمیذارم ردشه. تازه یادم رفت اصلا اون دوتا رو بگردم. مثل آدم اینا رو بنداز رو میز. اسکل اونجوری هم وای نستا، دستتو بگی پشتت مثل آدم وایسا. یه چیزی پیدا کنم من فقط دهن تو ایکیو سرویس کنم اینجا. هیچی هم نداشت آشوار. ولی مشکوکه، این یه ذره مشکوک میزنه. تاریخ تولد درسته؟ KL436-676-322-31. چقدرم طولانی. اوکیه، اینم مشکلی نداره. من نمیفهمم دیگه، گیر علکی میدین هی چرا. این میگه که توریسته، اینجا ننوشته از کدوم کشور اومده. یه چیزی هم اینجا گفته بود. من اومدم چیکار کنم یه بار دیگه ببینم. خب این فکر کنم دیگه واقعا هیچ مشکلی نداشته باشه. انصافا اگه اینم مشکل داشته باشه دیگه هیچ کیو نمیذارم رد چه از اینجا. برو ببینم تو هم ارور میدی یا نه. با تیر خودم میزنم تا اینجا اگه ارور بدی. نه این خدا رو شکر اوکی بود دیگه، مسئله ای نداشت. بعدی یا ببینم. اندی داره میاد. از دور چقدر شبیه اندی بود جانم. میگه زن و بچه‌م خیلی مریضن، اگه اینجا وایسن میمیرن. یه دونه بیشتر نداری؟ اون یکی داستانت کو؟ بفرستمت بری رشوه میدی یا نه؟ میخوای همینجوری مفتی ردچی بری؟ اون لبخندتو دوست دارم، ولی به خاطر اینکه آدم شادی هستی میذارم ردچی بری. فقط باید بگردمت دیگه، چند لحظه باید وایسی من بگردمت ببینم چیزی میخوای با خودت ببری یا نه. شیکمت خیلی بزرگه، مشکوکه داداش. چی گذاشتی اون تو؟ تو رو باید از زیر دستگاه رد کنن، با این معلوم نمیشه. خب اینم مثلا که مشکلی نداره. آقا بگی برو فقط اون 5 دلاری رو بذار رو میز دیگه. باریکلا فکر کنم کم کم دارم اخراج میشم دیگه اینجا. سومین اخطارم برام اومد. پول گرفتم. آقا شما پول بگیری نمیذاری مردم رد بشن برن به کارشون برسن. تازه زن و بچه‌ش هم مریض بود. عجب آدمای خبیثی هستین. اوه اوه، این که خودش پلیس هستن. این برای چی داره میاد پیش من؟ آقا شما برای چی تشریف آوردین اینجا؟ ما باید خدمت میرسیدیم جانم. اوه اوه، جنرال این یا اول فاز. هیچی ننوشته ولی این روکه. چه جنرالی هستی که کارت سفید میدی دست من؟ وایسا ببینم تو خیلی مشکوکی. جنرالو میفرستم بکشنش. چی آوردی؟ اسلحه داری؟ جنرالم میخوای باش. اسلحه نمیتونی با خودت هم کنی اینجا. آقا یه خطر بزنیم ببینیم اخراج میشیم یا نه. آها میگه اصلا دلشو ندارم من این کارو با این آدم بکنم. آقا شرمنده، خیلی خوش اومدید. اگه امری داشتید حتما با من تماس بگیرید، همه جوره در خدمتم. بفرمایید آقا، بفرمایید، بفرمایید برید. میخوای پولام هم بهت بدم بری دیگه. این برای چی اومده بود پیش من؟ خود رد میشدی میرفتی دیگه از در اصلی. بعدی یه اتفاقی داره میفته انگار اینجا. جنگ شد. بذار ببینم تو کی هستی. فکر کنم اون زنه که میگفت خود این بود. چه صدای تو مخی داره میاد حالا؟ این چیه؟ اینو مثلا اینکه نباید من بذارم رد شه. فکر کنم زنه که تو روزنامه نوشته بود همین بود. این کارته چیه اینجا گذاشت؟ کارت رو کی گذاشته؟ آها اون ادیشنال پرمیت همینه. بعید میدونم این مشکلی داشته باشه. این همه چیش کامل به نظر میاد. بذار یه بار دیگه این دوتا رو نگاه بکنم. 232-534-346-77 232-534-346-7 دو تا هفت باید اون آخر باشه. مشکل داره مدارکت خانوم. بفرما ریجکتی، متاسفانه نمیتونم بذارم ردشی. برو گمشو از اینجا. بعدی
تازه نگشتمت، فکر کنم یه چیزی هم همراهت بود. ارور هم دیگه نیومده واسم، خدا رو شکر. چهارمیش بیاد فکر کنم با لگد میندازنم بیرون اینجا. میگه اومدم فک و فامیلمو ببینم. سوباکو واکسین یا اسم فامیلیش که درسته AX453-89C. اوکیه، بذار من یه چکم بکنم ببینم چی گفتیم به هم دیگه. اول از همه چی مطمئن بشم، بعد بگردمت، بعد اجازه بدم که رد بشی از اینجا. چیز خاصی نگفته، میگه اومدم فامیلامو ببینم. این سه نفر رو نباید میذاشتم رد بشه دیگه، این سه تا رو باید میگرفتم. یکیش همون یارو بود که پول داد رد شد، یکیش اینه که هنوز نیومده، اینم هنوز نیومده، ولی فکر کنم بیان اینو امروز. آقا بگردمه تمام دیگه، یه چیزی همراهت نباشه میتونی رد شی اینجا. آها یه چیزی همراهت هست، مثل اینکه تو هم کلید، چیز خاصی نیست، میتونی کلید با خودت ببری. فکر کنم کلید ممنوعیت نداره الان. اینم اوکیه. آقا بگی برو مواظب خودت باش، پرمیتم که داشتی و فکر کنم همه چی حل باشه. چرا این ور میای؟ آره چی اومد این ور؟ چه مشکلی پیش اومد؟ اصلا حواسم نبود جنسیتشو اشتباه نوشته بود. بابا چقدر اسکل بازی آخه، مثل آدم کار کن دیگه، حواستو جمع کن، یه ذره داری کشور رو به گوه میکشی. اشکال نداره دیگه، 5 تا شد، ولی نمیدونم چرا هنوز اخراج نشدم. بعدی اینم شبیه اون شخصیتی که گم شده بود نیست زیاد، یا هست؟ بذار ببینم چه خبره اینجا. نه اینم نیست. عکست که درسته، زنم هستی، اسمت هم درسته، تاریخ تولدت هم درسته، 785-462-2548. همه چی اوکیه به نظرم. بگردمت چیزی همراهت نباشه میتونی راحت رد شی، هیچ مشکلی نیست. پرمیتم که داری، گذاشتی اون زیرو، فقط بگردمت دیگه. یه چیزی همراهت باشه تو، اگه چیزی همراهت باشه دهنتو سرویس میکنه، مثل اینکه هیچی نداری، ولی انگار آدم خوبیه، بعدی نیست، انگار مشکلی نداره، میتونی رد بشی تو هم. فقط اینکه برای چی اومدی و اینا رو نپرسیدم دیگه ازه. یه چیزی گفت سریع رفت از اون پایین، نفهمیدم چی نوشت. آها روز کاری هم تموم شد، باید بریم خونه دیگه، باید کامپیوتر رو خاموش کنیم پاشیم بریم خونه. فکر کنم به صبح نکشه منو از خونه بندازم بیرون. انرژی ضعیف، انرژی خیلی ضعیف، حالم خیلی بده. اینجا دوباره استارت ورکینگو داریم، خبر خاصی هم نیست، بنزینم نداره، ماشینم $10 هم درآمد داشتم، $10 هم باید فکر کنم برم الان بنزین بزنم دیگه، هیچی بنزین نداشت ماشینم. روشن کن فقط تا پمپ بنزین منو ببر همین بغله، یه ذره بری رسیدیم به پمپ بنزین. آخ آخ خاموش شد، خاموش شد ماشین. همینجوری برو، همینجوری برو جلو، برو جلو، میرسیم دم پمپ بنزین. وای رسیدم، رسیدم، وایسا دیگه نرو. خب ماشین که خاموش هست، نمیخواد خاموش کنی. $5 $10 که کلا هر روزی که من میرم سر کار $10 پول میگیرم، حالا همشو بیام بنزین بزنم اشکال نداره، حالا 5 تا بزنم، ما فقط بریم برسیم خونه بخوابم که خیلی خستم. سر راهم اگه بتونم ذره خرید پرید کنم خیلی خوب میشه. چی شد؟ اوه اوه لاستیک ماشینم ترکید، لاستیک ماشینم ترکید، بیچاره شدیم. همینو کم داشتین، میگن هرچی سنگ مال پای لنگه، همه اتفاقای بدم الان برای من میفته اینجا. حالا لاستیک ماشینو الان من چیکار کنم آخه؟ آها یه دونه زاپاس تو صندوق داشتم فکر کنم. هرچی بدبختی داریم زیر سر توه. ایزی لاستیکو درست میکنه، نمیشه این یکی چرخرم وردارم برم با خودم. الان زاپاس ندارم، حالا دیگه باید برم یه زاپاس بخرم فکر کنم. بذار اینجا نگاه بندازم ببینم زاپاس ما چنده. $9 یا ابلفاس چقدر گرون بابا، ذره تخفیف بده. یه لاستیک کار کرده دست دو نداری ما ببریم استفاده کنیم فقط ازش؟ اوه اوه این یکی چرخم الان میترکه اینجا، ولش کن بذار زودتر برم خونه من فقط بخوابم. پجان که میایم بریم سر کار یه ذره درآمد داشته باشیم، همش ضرره که این. همینجوری بدبختی پشت بدبختی. الان روغن موتور ماشینم هم داره تمام میشه، باید عوضش کنم، بعدش آنتی فریز است، بعد دوباره باید بنزین بزنم، بعد حتما لاستیک دیگه هم میترکه باز. اصلا نمیدونم این چه زندگیه تو داری آخه، بمیر دیگه زودتر. بکنم از خوابم که بیدار بشی از خونه پرتت کنن بیرون. کلابه اینجا پولم دارم و میتونم سر برم توش، ولی ولش کن بذار برم برای زن و بچه این یه ذره خرید کنم. گناه دارم خیلی، گشنه‌شون میشه، قرص و دارو میخوام، خودم دوباره باید میام سر کار فردا، بنزین میخوام، ضد یخ میخوام. این کی بود اینجا وایساده بود؟ بابا عجب دست فرمونی باریکلا، تو باید میرفتی تو رالی شرکت میکردی نه لب مرز. این تیکه رو میام بری برو. آخ آخ چپ نکنی، چیکار کنم الان؟ آخ 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 ماشین چپ شد، الان چه میشه کرد اینجا؟ یه داستان جدید حالا داریم اینجا، من نمیدونم چجوری باید ماشین رو صاف کنی. آقا این ماشین رو یکی صاف کنه یعنی چی این آخه؟ رست شد.
ایول با چه حرکتی ماشین رو درست کردم بابا، باریکلا چه فنی زدم، فن استاد بود قشنگ. یه میونبر اومدم بزنم نیم ساعت اینجا علف شدم بدتر. فقط الان اولین کاری که میخوام بکنم اینه که برم بگیرم بخوابم، هیچ کار دیگه ای نمیخوام انجام بدم. بخواب ببینم نامه اعمالت میاد یا نه. دایه سردشه، مادر زنه مریضه، زنه گشنشه. کلا $3 موند واسه فردا. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که بازم این بازی رو ادامه بدیم و گیم پلی های بیشتری واسه تون بذارم ازش، حتما حتما توی کامنت ها بنویسید. تمام کامنت هاتون رو میخونم و همه شون رو جواب میدم. یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما باخبر بشید. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.